تغییر فرمانده سپاه، این رو چجوری میبینی؟ آیا این آدم وحشی رو قرار دادن به جای وحشی دیگری، آیا تغییری در ماهیت داستان میکنه یا نه؟ میشنویم فرمایش شما رو. نه، از نظر من مطلقا موضوع برکناری نیستش، بلکه تغییره. ببینید محمد علی جعفری دو دوره، یعنی 10 سال ایشون فرمانده سپاه رو داشت و بعد 2 سال پیش اعلام کرد که خامنه ای بهش به طور غیر رسمی اعلام کرد که خامنه ای 3 سال دیگه فرماندهی او رو تمدید کرد. در واقع بایستی سال آینده این فرماندهی تغییر میکرد، تیر ماه سال آینده، یعنی 1 سال زودتر او تغییر کرد. خامنه ای در حکمش گفته که بنا به درخواست خود این محمد علی جعفری این تغییر صورت گرفت. به نظر من میتونه درست باشه، به علت اینکه سیاست جدیدی رو که سپاه میخواد بریزه یا خامنه ای میخواد در واقع در ارتباط با سیاست دولت امریکا ترسیم بکنه رو باید یه فرماندهی از ابتدا ترسیم بکنه و از ابتدا دو بکنه. به همین دلیل 1 سال زودتر این اتفاق افتاده که از نیمه راه، از وسط راه این سلامی مجبور نشه سیاست هایی که جعفری پیریزی کرده رو دنبال کنه. از اول مسئولیت به خودش دادن زیر نظر خامنه ای این سیاست ها رو دنبال. به لحاظ مدیریتی به نظر منم این منطقیه که این کار صورت بگیره و گرفت. بنابراین خیلی ها هستن همیشه دنبال اینن که از هر چیزی یه برکناری، یه ضعف یا یه جمله اینجوری میگیرن. نه، اصلا اینطوری نیست. یا خیلی موقع سعی میکنن نشون بدن شقه شده، شقه داره میشه، ریزش داره میشه. من یادمه در ارتباط با همین سپاه پاسداران درست بعد از جنگ تو دهه 70 و 80 فرقه رجوی دائم تبلیغ میکرد ریزش سپاه، ریزش سپاه، ریزش نیروهای سپاه. حالا چرا اینو میگفتن؟ به خاطر اینکه پاسخی نداشتن به نیروهاشون، به هواداراشون و به خصوص کسایی که توی اشرف اسیر بودن. نه، این تغییری است که صورت گرفته، موضوع برکناری نیست به اون مفهوم و بر اساس سیاست جدیدی است که خامنه ای میخواد ترسیم کنه. یک مسئله که خب سلامی داره اونم اینه که سلامی دائم توی این چند سال گذشته بوق تبلیغاتی سپاه بوده، انواع و اقسام شعارها رو میداده، نمیدونم پودر میکنیم با موشک میزنیم، نمیدونم تلاویو رو از بین میبریم، آمریکایی‌ها رو فلان کنیم. حالا که گفته که فکر کرده که مثلا خیلی چیز جالبی گفته، نمیدونم تو با اسرائیل اینا گفته، نه من وقت ندارم اینا چی میگن، میخوام برم گوری لنگوری تماشا کنم. والا شما اگه قیافه حسین سلامی رو نگاه کنید اتفاقا به گولی لنگولی هم خیلی نزدیکه. حالا جالبه که تو همه کارتون ها علاقه مندیش به گولی لنگولی بوده. این مسئله رو داشته باشیم. و ولی یه نکته خیلی جالب دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که موضوع تخصص در نظام است. ببینید این حسین سلامی تو دوران جنگ فرمانده قرارگاه نوح، یعنی قرارگاه نیروی دریایی نوح سپاه پاسداران، پس حتما ایشون تخصص نیروی دریایی داره دیگه. تو دهه 80 ببینید ایشون میشه فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران. ببینید خنده داره. آخه ایشون یا نیروی دریایی یا نیروی هوایی، آخه نمیشه که هم نیروی دریایی باشی هم نیروی هوایی باشی، اصلا ربطی به هم نداره. در هیچ کجای دنیا یه همچین اتفاقی نمیفته. در حالی که تازه فارغ التحصیل شده بوده فرمانده دانشکده نمیدونم عالی دفاعی نظام. خب کجای دنیا یه تازه فارغ التحصیل میشه فرمانده دانشکده عالی جنگ؟ خب این درماندگی یه سیستم نظامی رو نشون میده که یه آدمایی مثل اون بارها گفتم هی تعریف و تمجید میکنن، سلطان سوراخی دادرس از این سپاه پاسداران، از قدرتمندی سپاه و دانش سپاه و نمیدونم اون سلیمانی رو به عنوان ناپلئون معرفیش میکرد. خب شما ملاحظه بکنید یه همچین سیستمی، و من قبلا خدمتتون گفته بودم قاسم سلیمانی در دوران جنگ، از رو کتاب براتون خوندم، از رو کتاب خودش، گفته های خودش تو دوران جنگ وقتی میگه گیر میکردن این دعای توسل میخوندن، وقتی گیر میکرده انا چی اسمش ارما اصلا دعاها رو میخوندن، بچه الله من بین ایدیم صد در نمی خلفه صد تا فخشنه هم فهم لایب سرون، یعنی که دشمن اینا رو نبینشون، یه صدی بذاره جلو اینا، جلو چش دشمن این برون بر که اینا رو نبینشون. ببینید یه همچی آدم احمق بیشعوری میشه چی؟ فرمانده سپاه قدس. حالا اینجوری با تو آسینه این میکنن یه همچین افرادی. میخوام بگم که اصولا سپاه پاسداران داره اون نظامی که شما فکر میکنید نیستش و اینا همشون این آدم هایی که کوچکترین صلاحیتی ندارن. شما ببینید اگر در زمینه
اداره مملکت در دیگر زمینه‌ها، مثلا اگر در اداره مثلا آب‌های کشور، راه‌های کشور، محیط زیست کشور، ورزش کشور، اقتصاد کشور، اگر اینها درست کار کردن، شما مطمئن باشید در ارتباط با مسئله نظامی هم اینا درست کار می‌کنن. اینا همون آدمان، همون فکره، همون تفکره. اینجوری نیستش که یه جاش خود اینطوریه، یه جاش خود قدیه، یه جاش خود ضعیف. نه، اینا یه زنجیره به هم پیوسته است. همین عناصری که اینجا می‌بینید تو جای دیگه هم هستن. شما ملاحظه می‌کنید رضایی، محسن رضایی، فرمانده، همه اینا بوده. خب شما خود محسن رضایی رو نگاه کنید، حرفایی که محسن رضایی می‌زنه رو نگاه کنید، ادعاهایی که می‌کنه رو نگاه کنید. ببینید چه میزان از بلاهت پشت این حرفا نهفته. خب این آدم چجوری می‌خواد مثلا کشور رو اداره کنه؟ خب مملکت رو هم به لحاظ نظامی نه اداره می‌کردن در دوران جنگ و فجایعی که به بار آوردن، دیدید مورد اعتراض همه هم واقع شد. و آخر هم که اون شکست بزرگ رو دست رژیم گذاشتن در جنگ با عراق، شما می‌دونید عراق یک چندم ایران بود، عراق به لحاظ جمعیتی، به لحاظ وسعت، تازه ایران از دل یک انقلاب در اومده بود و همین مسائل هم همراه خودش بود. ولی خب دیدید چه کردن دیگه. اینه که به نظر من تغییر سپاه پاسداران یک سری شعر و شعارها رو میتونه اضافه بکنه، تهدیدات لفظی رو میتونه اضافه کنه، اما کوچکترین اقدامی اینا جرأت نمیکنن انجام بدن. اگر راست میگن، اگر راست میگن، یکی از اون کارهایی که نمیدونم ملوان اسیر میکردن الان بکنن، اگه جرأت میکنن یکی از این کارا بکنن، تو نتیجهش چی خواهد بود؟ و شما اگه یادتون باشه دائم میگفتن ما به نیروهای آمریکایی نمیدونم تهدید میکردن، نیروهای آمریکایی رو نمیدونم نزدیک نشو فلان نشو، چرا الان دیگه نمیکنن؟ چرا الان اینا دیگه تو بوق نمیکنن؟ همین شما اگر نگاه کنید تمام همین فرمانده‌هاشون میاد مطرح میکنن پس موسی رضایی بگید تا بقیه‌شو نباید اقدامات تحریک‌آمیز کرد. اینی که به نظر من تغییر فرمانده سپاه پاسداران به این مفهوم نیست که رژیم به دنبال این هستش که کمربندهاشو صفر کنه و اینا. نه، البته که سیاست جدید خب پیریزی میکنن زیر نظر خود خامنه ای، ولی اینکه سپاه کارایی داشته باشه نه، از نظر من مطلقا نیست. حسین سلامی درست یک کسیه مثل سعید صحاف، اگه تو باشه سخنگوی دولت صدام حسین، دولت عراق، سعید صحاف بود، وزیر تبلیغاتش بود. ببینید درست در لحظه‌ای که آمریکایی‌ها وارد بغداد شده بودند و می‌رفت که تومار رژیم رو به هم بپیچن، این همچنان این طرف بغداد وایساده بود، میگفت پودرشون می‌کنیم و نمی‌دونم جنازه‌هاشون رو می‌فرستیم و اینا. این آخرین مصاحبه بود که سعید صحاف، یعنی تو یعنی میتونم اینو خدمتتون عرض کنم که حتی به چند دقیقه نکشید، آخر لحظه داشت همین حرفا رو می‌زد. سلامی هم یه کسی بوخچی مثل سعید صحاف و کار بیشتری نمیتونه انجام.